نیروهای گروه افراطی موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار انتحاری یک خودروی بمبگذاری شده را در بزرگراهی در نزدیکی میدانهای نفتی استان بصره در جنوب عراق به عهده گرفتند. در این حمله چندین نفر از جمله غیر نظامیان و نیروهای امنیتی عراقی کشته شدند. داوود که خواهرش بر اثر این حادثه مفقود شده میگوید وقتی به اینجا رسیدیم دیدم که اتوبوس آتش گرفته. میدانستیم سرنشینانی دارد. بنابراین به داخل اتوبوس رفتیم. 3-4 جسد را دیدیم که زغال شده بودند و قابل شناسایی نبودند. این در حالی است که نبرد بین نیروهای دولتی عراق برای بازپس گرفتن موصل دومین شهر بزرگ این کشور از نیروهای داعش ادامه دارد. آنان میگویند امیدوارند بتوانند تا 2 هفته دیگر اعلام پیروزی کنند. احتمال می‌رود 200,000 نفر دیگر نیز طی روزهای آینده از بیم جان خود و اینکه داعش ممکن است از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کند از این شهر بگریزند.